حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی از کنتیکت در همین ارتباط همراه ما هستن. خوش آمدین آقای دایی. این حمایت قاطع مجلس عوام بریتانیا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی چه پیامی داره؟ چه چیزی رو دقیقا میگه به ما؟ درود به شما و بینندگان عزیز. به باور من پیام بسیار مهمی داره، یعنی اقدام پارلمان انگلستان به همراه دیگر مواضع مشابهی که در فرانسه، در هلند، در آلمان و احتمالاً در پارلمان اروپا خواهد بود، به همراه دیگر مواضعی که در 4 ماه گذشته سیاستمداران اروپایی گرفتن، نشون میده که یک چیزی در حال چرخشه. یعنی سیاست سنتی اروپا که مماشات و مدارای جمهوری اسلامی بوده و در برخی از موارد سپر بلا بوده برای جمهوری اسلامی، در مقابل فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی باج میداده در مقابل گروگانگیری و تروریسمش، داره تغییر میکنه. این تغییر به باور من در درجه نخست محصول شرایط انقلابی در ایرانه که این جنبش مترقی که در ایران هست، این پایداری و عزم جزم مردم ایران، این دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داده. در مقابلش وحشیگری جمهوری اسلامی و جنایاتی که داره میکنه افکار عمومی جهان رو منزجر کرده و مهمتر از همه بی آیندگی جمهوری اسلامی رو نشون میده. مجموعه اینها سیاست مماشات رو در اروپا به شدت تضعیف کرده، چون هیچ دولتی با یک حکومتی که مورد نفرت مردم خودش است و آینده ای نداره هم مدارا نخواهد کرد، امتیاز زیادی نخواهد داد. بنابراین این یک تغییر سیاست بسیار محسوس. علاوه بر اون، جمهوری اسلامی که همیشه در مقابل بحران‌های داخلی میاد بحران خارجی درست میکنه، فرار به جلو میکنه، با دخالت در جنگ اوکراین و با افزایش تعداد تروریستی و گروگانگیری علیه اروپا، خودش باعث میشه که اتفاقا سیاستمدار اروپایی در این تغییر سیاست خیلی هم جدی‌تر باشه. آقای دایی، در صورتی که دولت بریتانیا یا حالا اتحادیه اروپا سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنن، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چه پیامدهای عملی و اجرایی برای کشور و برای این سازمان خواهد داشت؟ خب ببینید، اولا که بالاخره نیروی نظامی یک حکومته. وقتی که سپاه پاسداران که بخش مهمی از اقتصاد تحت تحریم قرار بگیره، تقریبا معامله با بخش مهم اقتصاد ایران ممنوع میشه و تحریم ها دیگه برداشته نخواهد شد، در حقیقت میشه گفت که این خراب کردن پل ها با جمهوری اسلامیه. در بحث های طولانی که سالیان سال هم در آمریکا برای قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست بود همین بود. مخالفانش همیشه میگفتن اگه این کارو بکنید پل ها رو با جمهوری اسلامی خراب کردید، راه مماشات بسته میشه، یک اقدام نمادین معمولی هم نیستش. بنابراین به نظر من بسیار مهمه و این پیام میده که اروپا که داره پل ها رو خراب میکنه، به این معناست که از آینده جمهوری اسلامی ناامید شده. تحریم ها دیگه برداشته نخواهد شد، در این تردیدی نیست. جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین هست، در شرایط انقلابی ایران هیچ تحریم جدی برداشته نخواهد شد. بنابراین این اقدام بسیار مهم، اقدام عملیه، به مردم ایران هم قوت قلب میده، باعث ریزش نیرو در داخل خود سپاه میشه و بسیاری پیامدهای عملی دیگر. ولی قبل از هر چیز به باور من یک پیام سیاسی به مردم ایران و جمهوری اسلامی که اروپا دیگه به آینده این جمهوری اسلامی باور نداره، او رو بی‌ثبات و بی‌آینده می‌دونه.